پسرمون چش شده امین؟ چرا چیزی نمیگن؟ نمیدونم حالیده، چه میدونم؟ آقای دکتر، چرا یه دفعه حالش بدتر شد؟ یه وضعیت پیشبینی نشده براش پیش اومده. زیاد جای نگرانی نیست، اقدامات لازم رو انجام میده. ولی حالش خوب بود، با همون حرف میزد. تا خوابید یه دفعه اینطوری شد. تو رو خدا راستشو بگین، حال مصطفیم خوب میشه؟ لطفاً آروم باش. آخه یه دفعه بردینش سی سی یو، نگران شدیم. واقعاً حالش خوبه؟ نگران نباشین، همه چی تحت کنترل مونه. لطفاً شما هم همکاری کنید، تو اتاق منتظر بمون. باشه آقای دکتر. بریم حالیده. بریم عزیزم. دکتر گفت حالش خوب میشه. بریم. پسرم. بریم حالیده. بریم. هنوز اینجا وایساده. منتظر چی هستی؟ حالیده آروم باش. من که کاریتون ندارم. تو کارتو قبلا کردی. پسرم به خاطر تو داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. من که نمیخواستم اینطوری بشه. بفرستش بره امین، بفرست بره نبینمش. میترسم برم خونه. جون منم به خاطر اینکه با مصطفیم در خطره. اسم پسر منو به زبون نیار. پسر من کاری با تو نداره. یالا بی حیا رو ببین. اذیتش نکن، تو رو خدا بس کن حالیده. حال تو هم خوب نیست، یهو میافتی گوشه بیمارستان. منو نترس. دستشون بشکنه ایشالله، خدا مسببشو ذلیل کنه. عزیزم برای منم برس. برای تو قدغنه، کسی که تازه خون ریزی معده داشته نمیتونه بخوره. راست میگه دیگه سلیم، اصلا مواظب نیستی. فعالیت و انتخاباتی چطور پیش میره؟ حسابی مشغولیم، خیلی زود تبلیغات شروع میکنیم. فرست کاندیداها کم و بیش مشخص شده دیگه. البته بعضی از اسامی مشخص حتما شده. حتما اسم شما هم بالاتر از همه است. بازم کاندیدای رده نخست هستی نه؟ بله. عالیه، چه خوب، پس یه دوره دیگه تضمینه. اگه تو آخرین لحظات تغییری پیش نیاد همینطور میشه. راستش من برای اینکه دوباره برگردیم استانبول لحظه شماری میکنم، ولی اینطور که معلومه چند سال دیگه باید همینجور بریم و بیایم. چند روز پیش با وزیر ملاقات خصوصی داشتم، جاتون خالی، حسابی غیبت شما رو کردیم. جدی؟ آره، وزیر به شوخی به هم گفت چرا فامیلت به حزب ما ملحق نمیشه. شوخی میکنی؟ البته این مسئله بیشتر از شوخی به نظرم یه جور پیشنهاد بود. اگه بخواین در حزب روی شما باز آقا رو شد. راستش قبلا اصلا به این مسئله فکر نکردم، ولی به نظر من قطعا باید وارد سیاست بشینم. به آدمای قدرتمندی مثل شما احتیاج داریم. خواهش میکنم، شما به بنده لطف دارین. حتما ورال تصمیمش عوض کرده. وای ایشالا تو بشین. اگه از منطقه خودمون کاندیدا بشین قطعا از سر لیستا میشین. نه تو رو خدا، وسوسش نکنی. لاهر چرا این حرفو میزنی؟ میخواد بگه برای یه خانواده یه سیاست مدار کافی. دقیقاً. ولی به هر حال پیشنهادش هم خوشاینده. البته چون مشغله کاریم خیلی زیاده، قبول کردنش یکم سخته. ببینید کی اومده. آه گایه، شبتون بخیر. شب بخیر. خوش اومدین. تو رو خدا مزاحمتون نمیشه. خیلی خوشحال شدیم گایه جون، بیا بشین. نه شما رو حذف باشین، زیاد نمیمونم. مگه میشه عزیزم؟ بیا. گفتم قبل رفتنم شمارم ببینم، هنوز حاضر نشدم، کلی کار دارم. واقعا میگم یکم میشینم میرم. تو از دست پختم نخوری نمیذارم جایی بری. بیا بشین برات بشقاب بیارم. بیا. تو که میگفتی یه مدت دیگه اینجا میمونی، چی شد یه دفعه تصمیم به رفتن گرفتی؟ چه میدونم عمو، حوصله‌ام سر رفت. چرا از سر میز بلند شدی؟ اشتها نداشتم. کاری کردم که عصبانی شدی؟ به خاطر منه؟ من قصه داداشمو میخورم، با تو چی کار دارم؟ چرا همه چیو به خودت میگیری؟ اگه از اون تلفن ناراحت شدی؟ تلفن تو به من چه؟ مگه دیوونه شدی؟ چرا ناراحت شم؟ با هر کی میخوای حرف بزن، هر کیو میخوای ببین، به من چه ای بابا؟ حوصله ندارم اینم اومده چی میگه؟ خیلی خوب، حرفمو پس گرفتم.
داداشمو ول کنم به خاطر تلفن تو ناراحت شم. خیلی خوب. تو خودتو چی حساب کردی؟ خیلی خوب، کشش نده. صدای تلویزیون رو کم کن داداشم خوابیده. نگفتم خاموش کن، گفتم کمش کن. داداشت خوابیده، آرومتر حرف بزن. مقدس، مقدس، مرادو نبر. داداش جون برگرد خونه، نبر. ببین مقدس خانم، این کارت اصلا خوب نیست. زنگ بزن با هم حرف بزنیم، اگه خبری از تو نشه به پلیس خبر میدیم. هیچ وقت نمیبخشم اگه مراد ازمون دور کنی. پاشو پسر نازم، قبل خواب چیشتو بکن. مامان بریم خونه. بیا اینا رو بگی بپوش بخواب عزیزم. بیا جونم، من نمیخوام اینجا بخوابم، میخوام پیش بابام بخوابم. منو ناراحت نکن مراد، خواهش میکنم. من بابامو میخوام، عمامو میخوام. ولی اونا ما رو نمیخوام. چرا؟ نه تو رو میخوان نه منو. دیگه نمیتونیم برگردیم اون خونه، میفهمی؟ آخه چرا؟ تو بگی بخوام، وقتی بیدار شدی برات توضیح میدم. بابام منو دوست داره، منو میخواد. تو دروغ میگی، میگی نمیخواد ولی منو میخواد. زنگ میزنه. بابامه؟ فاطمه گل زنگ میزنه. مریم جون جواب بده، جواب بده دیگه ماما، بده به من. الو مقدس، کجایین؟ کجا رفتین؟ نگران شدم، خیلی نگران شدم، مردم از نگرانی. کجایین؟ جای نگرانی نیست. جواب داد مقدس، موبایلش جواب داد. هممون نگرانت شدیم مقدس. کجایین؟ توی هتل. کدوم هتل؟ بهم بگو. نمیتونم بگم. بده به من، میخوام بابام حرف بزنم. الو بابا. بابا فدات بشه عزیزم، پسر گل من، حالت چطوره؟ خیلی نگرانت شدم. بابا من میخوام برگردم خونه. کجایین؟ بهم بگو، بگو زود میام دنبالتون میارمت. مامان میگه بابا دیگه ما رو نمیخواد. تو منو نمیخوای؟ مگه میشه نخوام؟ تو پسر منی، پسر یکی دونه. تو همه زندگی می، همه زندگی. از وقتی رفتی مردم از نگرانی. دلم براتون خیلی تنگ شده. رحمی مقدس جاتونو بگو، تو رو خدا بگو نذار پسرم قصه بخوره. گریه میکنه، اونم دلش برای من تنگ شده. ما رو از هم جدا نکن تو رو خدا. من دیگه نمیتونم برگردم اونجا. برمیگردی، میای، بازم میای تو این خونه. دیگه هیچ کس منو نمیخواد، تو هم نمیخواد. هر روز سرکوفتم میزنن، نمیتونم اونجوری زندگی کنم. تو اون خونه طاقت نمیارم. بذار تموم شه، اینطوری برای همه بهتره، مطمئن باش. نمیتونی بچه‌مو ازم جدا کنی، اجازه نمیدم. از بچه‌م نمیگذرم، اون بچه‌ی منه. تو هم همسر من. شما زندگی من. ناراحت نشو راه، میخواهش میکنم، بعدن در موردش حرف میزنیم. شما رو دست کسی نمیدم. جاتونو بگو، زود باش بگو. تو خونمون حرف میزنیم، تو خونمون حرف میزنیم، باشه؟ موسیقی
کاش منم بیام. لج نکن مریم جون، بذار ما هم بیام. مریم عقلش سر جاش اومده، شما رو ببینه شاید پشیمون شه، همون بهتر. من لج نکن مریم جون، مگه نمیشناسیش؟ تو رو خدا اصرار نکنین، شما خونه رو گرم کنین بچه که اومد سردش نشه. زود باش، مواظب باشی. خواهش میکنه. پولو دادی؟ دادم. الان میریم خونه؟